سعید دهخان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستن. آقای دهخان، اینکه هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل تبعیض نظاممند علیه زنان و دختران در ایران رو به عنوان جنایت علیه بشریت بشرشناسایی کرده، از چه جهاتی مهم هستش؟ ببینید، اولا که تبعیض در واقع نظاممند یکی از مصادیق خروجی جنایت علیه بشریت علیه زنان منظورمه، چون در واقع این تبعیض نظاممند در دل یک خشونت ساختارمند و جنایت ساختارمند تعریف میشه. کمان که در همین گزارش اولیه کمیته حقیقت‌یاب اگه ببینید، دسته های مختلفی از جامعه اهم از زنان وجود دارند، مثل روزنامه نگاران، وکلا، اساتید دانشگاه، دانش آموزان به ویژه دختر و دانشجویان. همینجور شما اگه همینجور دسته‌های مختلفی که در این گزارش داریم میبینیم، در این بیانیه مطبوعاتی، در واقع نشون میده که این تبعیض بخشی از یک ماجرای جنایته و اهمیتش هم این هست که با تثبیت عنوان جنایت علیه بشریت که ما در یکی از گزارش‌های اخیر آقای جاوید رحمان هم اینو دیدیم، یک امر تازه‌ای هست برای جامعه مدنی ایران به ویژه فعالان حقوق بشر که باید بهش خیلی اهمیت بدن، برای اینکه هم تاکید میکنه عنوان جنایت علیه بشریت که اون تبعیضی که در بیش از چهار دهه علیه زنان بوده به شکل نظاممند بوده و مقدمات جنایت به شکل ساختاری رو فراهم کرده، به ویژه وقتی خشونت از حد خشونت‌های فیزیکی معمول فراتر رفته به خشونت جنسی و جنسیتی رسیده به بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌های حکومتی. تمام این شاخص‌ها رو کنار هم قرار میده و ثابت میکنه که با کلیدواژه یا عبارت حقوقی جنایت علیه بشریت، اولا این مصادیق و این موارد عمد بوده، ثانیاً از طرف یک حکومت بوده و نمیتونه حکومت بگه از طرف اشخاص حقیقی به شکل تصادفی در قالب امر معروف از این حرفا، ثالثاً به عنوان یک سیاست گسترده و سازمان یافته در کل جغرافیای این کشور صورت گرفته و تازه علیه افرادی که اعتراضات مسالمت‌آمیز داشتند و مسلح نبودند. از این زاویه که نگاه کنیم، گستردگی جغرافیایی در کنار نظام‌بند بودن تبعیض چهاردهه به خشونت ساختاری، طبیعتاً عبارت جنایت علیه بشریت بسیار خروجی مهمیه برای جامعه مدنی ایران. آقای دهخان، درباره توصیه‌های هیئت حقیقت‌یاب به سایر کشورهای جهان در این گزارش به ما بگیم و اینکه این توصیه‌ها چه تکلیف‌هایی رو متوجه دولت‌های دموکراتیک می‌کنه. ببینید، واقعیتش اینه که توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب برای دولت‌هایی که ادعای حقوق بشر دارن، هرچند اگر این توصیه هم نمی‌شد، اون ادعا باید با واقعیت‌ها هماهنگ می‌بود، ولی الان اهمیتش از این بابت هست که این دولت‌ها، مخصوصاً کشورها و دولت‌های دموکراتیکی که میتونن در قالب اصل صلاحیت قضایی جهانی آمران و مباشران چنین جنایاتی رو و تمام شرکای چنین جنایاتی رو تحت تعقیب در کشورهای خودشون قرار بدن. ما در مورد دادگاه استکهلم و حمید نوری دیدیم که تحت قالب اصل صلاحیت قضایی جهانی جنایتی که بیش از 30 سال قبل رخ داده بود با مستندسازی صحیح به اینجا رسید. حالا جنایتی که تقریبا در حدود 2 سال پیش در جغرافیای کل سرزمین بزرگ ایران رخ داده، با این همه مستندات، با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، الان توصیه‌ای که داره میکنه اینه که شما دولت‌های عضو با تحقیقات ساختاری، این کلید واژه بسیار مهمه، یعنی شما اگر تحقیقات ساختاری بکنید و بخواید مدارک هم ما با عنوان کمیته حقیقت‌یاب در اختیارتون قرار میدیم، به شرط اینکه شما چنین اراده‌ای داشته باشید. یعنی اگر اون دولت‌ها تحت قالب اصل صلاحیت قضایی جهانی بخوان این آمران و مأموران و مباشران و معاونان و شرکای چنین جنایتی رو در سرتاسر جهان، در این کشورها به ویژه، تحت تعقیب در قالب اصل صلاحیت قضایی جهانی قرار بدن، کمیته حقیقت‌یاب میگه من تماماً در اختیار شما، همه اسناد در اختیار شما قرار میدم و شما کاری بکنید در شرایطی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی پاسخگو نیستند و نمیشه اونا رو پاسخگو کرد و دادخواهی هم با وجود اینکه اصل مسلم حقوق شهروندی در اصل قانون اساسی هست، دادخواهان تحت تعقیب قرار میگیرن در زندان هستن، شما این کار رو
بکن، ما مستندات در اختیار شما قرار بدیم. ضمن قربانیانی که در خارج از ایران اومدن هم توصیه دیگرش هم خطاب به قربانیان هست که از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری بتونن چنین کاری رو انجام بدن. اما همه اینا یک طرف، مسئله اصلی اینه که ما تا حدود 25 روز دیگه اصل کار باقی مونده، یعنی این بیانیه مطبوعاتی در کنار گزارش هفته آینده تازه میرسه به آخر ماه مارس که ما منتظر هستیم شورای حقوق بشر در نشستش مأموریت کمیته حقیقت یا رو تمدید کنه، چون در ماده بند 125 همین بیانیه اومده برای اینکه پروسه‌های حقوقی قضایی در آینده بتونه دنبال بشه در مراجع قضایی بین‌المللی باید این کمیته مأموریتش تمدید بشه تا این اسناد و شواهد و مدارک رو بتونه تقویت کنه و مستحکم‌تر در اختیار مراجع قضایی بین‌المللی قرار بده. بله، بسیار سپاس از شما سعید دهخان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که از تورنتو همراه ما بودید.